ده ها دانشجوی تاجیک در همایش در شهر دوشنبه قطعنامه وکیلان پارلمان اروپا را تنقید کرده و آن را بی اساس خواندند. در این همایش که روز 17 ایون در دانشگاه ملی صورت گرفت، دانشجویان گفتند قطعنامه وکیلان اروپایی درباره وضع حقوق انسان در تاجیکستان درست نیست و دعوت وکیلان اروپایی برای آزاد کردن از جمله اعضای زندانی حزب نهضت اسلامی یک دعوت بی منطق است. قانون را شکستند، خون ریختند، بر ضد ملت، بر ضد فرزندان ملت، بر ضد برادران خود یراق گرفتند، خواستند تبدلات را با وجود بیارند که این واقعا خیانت است به وطن. اونها را در اروپا حمایت کرده، اونها را از اونها دفاع کرده، امروز ادعا دارند که اون شخصیت ها باید در تاجیکستان آزاد باشد. اولی همین ماه وکیلان اتحادیه اروپا با صدور قطعنامه گفتند در تاجیکستان وضع حقوق انسان نظر به سالهای گذشته بدتر شده است و حکومت باید به حقوق مردم احترام بگذارد. وکیلان اروپایی از حکومت خواستند افراد دیگر اندش و از جمله مخالفان دولت 14 عضو ریاست حزب نهضت اسلامی را که با گناه تروریسم زندانی شدند آزاد کنند. در باره نشست دانشجویان تاجیک در دوشنبه صحبت داشتم با همکارم سروناز روح الله. سروناز، چرا قطعنامه اتحادیه اروپا سبب اعتراض این دانشجویان شده است؟ حدود 60 دانشجوی منطقه های گوناگون تاجیکستان امروز در یک نشست در دانشگاه ملی تاجیکستان علیه قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا که در آن از جانب تاجیکستان درخواست شده بود که حامیان حقوق و مخالفان حکومت را از زندان آزاد کند اعتراض کردند. این گروه جوانان میگویند که این فکت و دلایل هایی که در قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا آورده شده است اساس ندارد و آنها از وکیلان اتحادیه اروپا طلب دارند که به تاجیکستان بیایند و وضع را در تاجیکستان از نزدیک آشنا شوند. آیا همایش در واقع با تشبث خود دانشجویان برگزار شده است یا تشبث مقامات حکومتی به نظر می رسد؟ اکثر این جوانان که در این تالار شرکت داشتند دانشجو بودند و آنها هم می گفتند که با خواهش خود آمدند و می خواهند نظر خود را در چنین حادثه ها و چنین قطعنامه ها همچون یک شهروند روشن کنند. اما به نظر می رسید که گزارش های آنها و سخنرانی هایشان یکسان بود و همگی مثل که تهیه شدند. از سوی دیگر در این نشست که در تالار دانشگاه ملی یک مؤسسه دولتی برگزار شد، معلوم بود که آنها یک اجازه رسمی دارند، چون این مؤسسه دولتی است و آنها بدون اجازه نمیتوانند چنین یک نشست برگزار کنند. تشکر. همکارم سروناز روح‌الله از دوشنبه صحبت میکرد.